در ونزوئلا نیروهای ضد شورش برای کنترل تظاهرات ضد دولتی با گلوله‌های پلاستیکی به تظاهرکنندگان شلیک کردند. معترضان به یک پایگاه هوایی در حومه کاراکاس پایتخت کشور هجوم آورده بودند که با مقابله نیروهای دولتی روبرو شدند. در تیراندازی نیروهای انتظامی یک معترض ضد دولتی کشته شد. آمار کشته شدگان اعتراضات ماه‌های اخیر اکنون به 76 نفر رسیده است. در حین درگیری ها مردی از هوش رفته و دیگران او را حمل می کنند. از قرار معلوم جمعیت پس از آتش زدن یک کامیون و یک موتورسیکلت به سمت پایگاه هوایی هجوم آوردند. دست کم دو سرباز از لابلای حصار و از فاصله نزدیک به سمت مردم شلیک کردند. خبرگزاری رویترز از قول شاهدان عینی گزارش داد که دست کم دو نفر دیگر در این اثنا به بیمارستان انتقال داده شدند. بسه دیگه این همه کشتار جوونا. بذاریم ما نظرمون رو ابراز کنیم. به مردم اجازه بدین حرف بزنن و بلند هم حرف بزنن. چون مردم آماده ی تغییرن. مردم دیگه تو رو نمیخوان. توی که توی کاخ ریاست جمهوری نشستی و خواب چپاول بیشتر کشور رو میبینی. بله تو. تو داری کشور رو به نابودی میکشی. داری غم و غصه مردم از اینم بیشتر میکنی. در حالی که والنیلا و یارانش در محوطه پایگاه هوایی با نیروهای انتظامی درگیر شده بودند، سه گلوله پلاستیکی از فاصله بسیار نزدیکی به سینه وی شلیک شد. او پس از انتقال به بیمارستان بر اثر جراحات وارده درگذشت. اونها میتونن ما رو بزنن، میتونن زخمیمون کنن، اما هرگز نمیتونن باورها، رویاها، اصولمون و آرزوهامون رو برای تغییر ونزوئلا ازمون بگیرن. در سه ماه گذشته صدها هزار نفر در خیابان‌های ونزوئلا به تظاهرات پرداخته و در اعتراض به سرکوب اپوزیسیون، کمبود مواد غذایی و قصد رئیس جمهوری به بازنویسی قانون اساسی راهپیمایی کردند. مادورو ادعا می‌کند که خشونت‌ها بخشی از طرح نیروهای خارجی برای سرنگونی حکومت اوست. وزیر کشور ونزوئلا از اپوزیسیون خواست به اعتراضات خشونت‌آمیز پایان دهند. گارد ملی ونزوئلا شاخه‌ای از ارتش و مسئول نظم داخلی کشور است. ماموران گارد ملی معمولاً از گاز اشک‌آور، لوله‌های آبپاش و گلوله‌های پلاستیکی استفاده می‌کنند. جوانایی که رویاهایی تو سرشون دارن، مردم نجیبی که تو خیابون‌ها به مبارزه ادامه میدن، اینا از تهدیدها و گلوله‌های تو نمی‌ترسن. بذار روشن بهت بگم، تو خونه موندنم به معنی مردن از گرسنگی و نداشتن داروه. به گفته دفتر دادستان کل ونزوئلا، از زمان آغاز اعتراضات در اردیبهشت ماه سال جاری تا کنون بیش از 1400 نفر زخمی و بیش از 500 نفر دستگیر شدند.